دوستان سلام، خرسندم که امشب مهمان گروه مادر کاگیتیشن هستم. نمیدونم کلمه کاگیتیشن هم به مفهوم انسجام و همبستگی بود، معانی دیگه هم داشت، حالا نمیدونم دوستان به کدام معنا گرفتن. به هر حال خوشحالم از تاخیر چند دقیقه ایم، ببخشید، به دلیل اینکه سیستم من خیلی دیر به اصطلاح وصل شد به شبکه. ظاهرا قرار من امشب برای جمعی از فرهیختگان و دانشمندان عمدتا در حوزه علوم تجربی و فنی مهندسی در مورد نسبت علم و فلسفه به پاره از پرسش ها به اصطلاح پاسخ بدم. من قرار نبود که به اصطلاح مقدمه ای رو عرضه بکنم، چون خود پرسش ها به نحوی است که ما رو آرام آرام وارد بحث می کرد، اما در آخرین دقایق به من تذکر دادن که یک مقدمه کوتاهی رو به طور کلی عرض بکنم. ببینید، از اون موقعی که بشر در معنایی که امروز ما می شناسیم در واقع به منشأ ظهور رسید و متولد شد، که تاریخ دقیقش هم دقیقا نمیدونیم که به اصطلاح چه مدتی است که بشر به این معنا، این بشر نوعی که امروز ما میشناسیم یعنی واجد آگاهیه، چه مدتی بر روی کره زمین زیست میکنه، ولی به هر حال این بشر تطوری داشته و تحولاتی داشته و مقولاتی چون تفکر اسطوره‌ای، ادیان، تفکر فلسفی و تفکر علمی و تکنولوژیک، همه اینا حاصل فعالیت‌های ادراکی بشر بودن و خب یک تاریخ بسیار بسیار گسترده‌ای داره، ولی همونجور که گفتم تفکر اسطوره‌ای تقدم داشته، بعد از تفکر اسطوره‌ای ادیان شکل گرفته، ادیان خودش تاریخ بسیار بسیار پیچیده‌ای داشته، از ادیان بسیار بسیار ساده انگارانه، ادیان انیمیستی، فتیشیستی و تا ادیان پیشرفته مونیستی و بسیار تک خدایانه، و که مشخصاً سه دین بزرگ رو ما داریم که هر سه هم خانواده هستن، یعنی در یک سنت تاریخی شکل گرفتن. وقتی از فلسفه صحبت میکنیم، فلسفه رو معمولا در معنای عام نوعی تفکر کلی تلقی میکنن، اما در لسان من تفکر یک مقوله تاریخیه، یعنی همواره فلسفه وجود نداشته، فلسفه در یک دوره تاریخی خاصی و در یک فرهنگ خاصی شکل گرفته، همونجور که واژه فیلسوفیا نشون میده، این واژه، این کلمه، کلمه فیلسوفیا ریشه یونانی داره و هر جا که این به صورت حرف از فلسفه هست، در واقع نشون میده که این فلسفه از یونان به اونجا رفته، اونچه که تاریخ تفکر فلسفی هم نشون میده. در واقع فلسفه در یونان با سقراط و افلاطون و ارسطو شروع شد و وقتی با به فلسفه اشاره میکنیم، فقط به یک سنت فکری خاصی اشاره میکنیم که با یونانیان شکل گرفت. این تفکر عقل محور است، این تفکر منطق محور است، این تفکر مفهوم محور است، در صورت که مثلا ادیان تا حدودی ایماج محور هستند به جای کانسپت. تفکر شهودی است در ادیان، اما در اینجا شما تفکر رو تفکر منطقی می‌بینید. اولی بار با یونانیان است که منطق محور تفکر قرار می‌گیره و بشر هدایت خودش رو و افسار تفکرش رو به منطق میده. خب مطمئناً همه اینها در ذهن دوستان من معانی گوناگونی رو و تنش‌های ایجاد می‌کنه که می‌کوشم آرام آرام به اونها بپردازم. وقتی هم از علم صحبت میکنیم، توجه داشته باشید مشخصا مرادمون علوم جدیده، مشخصا
مرادمون ساینس، ساینس یا علم جدید، علوم تجربه جدید هم یک امر تاریخی است، یعنی یک امر همگانی نبوده، یک امر جهانی و یونیورسال نبوده، یک امر ازلی و ابدی نبوده، بلکه علوم جدید هم هرچند ریشه در علوم گذشتگان داشت اما یک پدیده نوینی است که از قرون 16 17 به این سو شکل گرفت، مبادی تصوری و مبادی تصدیقی خاصی داره، با سطح خاصی از موجودات سرکار داره، با همه سطوح هستی سرکار نداره و این علوم عمدتا علوم اروپایی هستن. بعد از اروپا به جاهای دیگه به اصطلاح بحث پیدا کردن و نکته قابل تأملی که باید بهش توجه شوشیم، علوم تجربه جدید صرفا در دل سنت متافیزیک یونانی شکل گرفته، یعنی علوم تجربه جدید از دل تفکر، از دل سنت فلسفی یونانیان بیرون اومده. ما در جای دیگری علوم داشتیم، طبیعیات داشتیم، کاسمولوژی داشتیم، علوم مختلف داشتیم، اما آنچه که علوم تجربی جدید رو با مشخصاتی که امروز ما میشناسیم، این حاصل عقلانیت مدرنه و این عقلانیت مدرن در دل تفکر سنت تفکر ماورالطبیعی متافیزیکی یونانی شکل گرفته. مطمئنا عرایض بنده فقط در مقام خیلی مقدمه کوتاهی بود که دوستان یه مقداری با نوع نگرش من هم آشنایی داشته باشن و فکر میکنم از طریق پاسخ به پرسش های دوستان یک مقداری به اصطلاح فضای بحث و افق بحث روشن‌تر شد. من پرسش هایی که دوستان به اصطلاح عرضه کرده بودن به ادبین محترم خانم روکیا، این پرسش ها به دست من رسیده، منتها دوستان تأکید داشتن که پرسش ها یکی یکی عرضه بشه و من جواب بدم. فکر میکنم این شیوه یک مقدار وقت گیره و یه مقدار مواجهه فرمیک و صورتگرایان است. اگر دوستان ادمین به من مهمان اجازه بدن، به دلیل زیغ وقت و پرسش های بسیار زیادی که عرضه شده، من پرسش ها رو یکی یکی بیان میکنم و به طرح مسئله میپردازم. من پرسش ها رو به ترتیبی که دوستان فرستادن عرض میکنم، اما پاره از پرسش ها تکراری بود، لذا برخی از این پرسش ها رو جابجا کردم تا چند پرسش رو با یک پاسخ مشخص در واقع در خدمتشون بوده باشم. با اجازه دوستان ادمین و به خصوص سرکار خانم روکیا، من پرسش ها رو به همون نحو که فایل تدوین شده پرسش ها رو برای من فرستاده بودن مورد بحث قرار میدم. اولین پرسش در واقع پرسش دوست نادیدم جناب آقای روزبه آسایشه. ایشون دو پرسش رو مطرح کردن که در واقع ربط وثیقی هم با هم داره. یکی اینکه آیا اراده انسان واقعیت داره یا اراده انسان صرفاً یک توهمه، و به دنبال این سوال دیگری رو مطرح کردن که باز آقای روزبه آسایش، که آیا چیزی به نام سرنوشت یا تقدیر وجود داره، و اگر پاسخ این پرسش مثبته، یعنی ما در این جهان چیزی به نام تقدیر یا سرنوشت داریم، پس دیگه اراده آزاد به چه معناست؟ خب من این سه پرسش رو با هم دیگه مورد بحث قرار بدم. توجه داشته باشید، یکی از تمایزات میان رشته فلسفه با علوم به معنای ساینس، به معنای علوم تجربی جدید، اینه که سنخ مسائل و نوع پرسش ها در این دو حوزه بسیار بسیار متفاوته. در نتیجه یکی از اوصاف علوم تجربی جدید اینه که به ابجکتیویتی دست پیدا کنن. ابجکتیویتی رو گاه عینیت ترجمه و تفسیر میکنن و مراد از ابجکتیویتی گزاره‌هایی است کلی، یونیورسال، جهان شمول، قطعی، یقینی، الزام‌آور. مثلا وقتی میگیم آب در دمای
در شرایط متعارف در دمای 100 درجه به جوش میاد، این خب همه جاییه، همه در همه مثلا همه جوامع، همه شرایط در شرایط یکسان در شرایط متعارف آب این ویژگی رو داره. یا وقتی مثلا میگیم 2 تا 4 تا از این جواب یک امر یونیورساله، یعنی سراسر جهان چنینه، قطعیه، یقینیه، الزام آوره، باید بپذیریم. اما پرسش های فلسفی به هیچ وجه چنین نیستن. پرسش های فلسفی پاسخ واحد ندارن. اینجا صنف پرسش ها جور دیگری است. مثل اینکه میگیم آیا زندگی معنا داره یا نداره، آیا انسان آزاد است یا نه، آیا این جهان به سوی غایتی حرکت میکنه یا نه، در واقع اینجا با صنف دیگری از پرسش ها مواجه هستیم. اگر من حرمت میزبانم رو داشته باشم، حرمت میزبانانم رو و جسارت و بیادبی نکرده باشم، یکی از آفاتی که عزیزان من که در رشته های تجربی و چه رشته های فنی و چه غیر فنی مثل پزشکی و رشته های هول و هوشش به اصطلاح مطالعه کردن، اینه که با ذهنیت فنی مهندسی سراغ فلسفه میان و این یک فاجعه است. این یک فاجعه است، یعنی سبب میشه که اساساً از درک فلسفه و امکاناتی که فلسفه در اختیار ما قرار میده به اصطلاح غافل باشن. من متاسفم به دلیل ضیق وقت ناچارم خیلی شتابان صحبت بکنم و این صحبت‌های من ممکنه انقدر شتابان باشه که مخاطبان من کمتر باهاش مواجهه داشته باشن. اما نگاه بکنید، نکته اولم اینه که مسائل فلسفی مسائل هر کسی نیست، یعنی هر کسی با مسائل فلسفی مواجه نمیشه. مسائل فلسفی مال کسی است، مسئله کسی است که به یک نوع زندگی انسانی رو آورده باشه. باز این حرف من بسیار کانتروورشال و عصبانی کننده است و البته من مخصوصا میخوام یکم مخاطبینم رو اذیتشون هم بکنم در مقام یک معلم. ببینید، ارسطوی بزرگ میگفت که همه از زندگی انسانی برخوردار نیستن. زندگی انسانی آنجایی است که به اصطلاح فرد درباره خود زندگی میاندیشه. اکثر قریب به اتفاق انسان ها آنچنان اسیر اوریدینس هستن، آنچنان اسیر everyday life زندگی روزمره هستن که فرصت اندیشیدن به خود زندگی، به خود جهان، به خود جایگاه انسان در این جهان رو ندارن. در واقع زندگی بی تأمل، زندگی نااندیشیده یک زندگی نازیسته است، یک زیستن نازیسته است. فلسفه مال کسی است که بتونه از زندگی نیمه حیوانی نیمه انسانی که به خوردن، خوابیدن، تولید مثل و غیره میشه فاصله بگیره. البته همه ما به این اعتبار که فکر میکنیم مثلا در کارهای روزمرمون، در فعالیت اداریمون، در اینکه درس بخونیم یا نخونیم، چه رشته رو بخونیم یا در فعالیت علمیمون، چون فکر میکنیم، تصور میکنیم، فکر میکنیم. اما تفکر فلسفی مراد تفکری است که با تفکر روزمره، با تفکری که همه انسان ها انجام میدن خیلی 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 فاصله داره. لذا ما باید دو سطح از تفکر رو تمیز بدیم. یک تفکر در معنای متداول کلمه است که تقریبا همه انسان ها فکر میکنن، یعنی یک شهردار برای اینکه شهر رو مدیریت کنه فکر میکنه، یک کارمند بانک برای اینکه حساب کتابش درست سر بیاد فکر میکنه، یک رئیس اداره یا مثلا رئیس بانک برای اینکه حساب کتاب شعبهش درست سر بیاد فکر میکنه، یک ارتشی برای اینکه هنگش رو، تیپش رو، سربازاش رو، لشکرش رو هدایت کنه فکر میکنه، ناپلئون برای جنگهاش فکر میکنه، اوباما، نمیدونم، ترامپ و دیگران فکر میکنه، یک فقیه فکر میکنه، یک جراح برای عمل جراحی کردنش فکر میکنه، یک مهندس برای پلی که بخواد بسازه فکر میکنه، و حتی مادر من هم صبح که پا میشه بخواد غذا بپزه فکر میکنه که لوبیا داره، نخود داره، گوشت داره یا نداره، چی میتونه بپزه، چی نباشه فکر میکنه. اساسا نه فقط همه انسان ها فکر میکنن، بلکه حتی یک لحظه نمیتوانن فکر نکنن. یعنی ما دائما
در ذهنمون تصوراتی میره و تصوراتی میاد، احساسات و انطباعات حسی گوناگونی میره و میاد. اما مراد من از تفکر، اون تفکری که به زندگی شأن انسانی میبخشه، سطح دیگری از اندیشیدنه. اینکه فرد از این زندگی روزمره جدا میشه و درباره جهان میاندیشه. اینجاست که انسان شأن زندگی انسانی پیدا میکنه. لذا فیلسوف یک استثناست، فیلسوف یک قاعده نیست. همه کس از توفیق تفکر فلسفی برخوردار نمیشن. ما در آناتی با مسائل فلسفی مواجه میشیم، در آناتی، و اکثر انسان ها تاب تحمل این آنات رو ندارن و زود سعی میکنن به قفلت پناه برن. فرض بکنید که ما با شکست مواجه میشیم، فرض بکنید که ما با پدیده مرگ مواجه میشیم، مرگ فرزند، مرگ همسر، مرگ پدر، یا خودمون با خطر مرگ مواجه میشیم و مرگ دیوار به دیوار ما میشه. در اینجا لحظات پیش میاد که امور روزمره معنای خودشون رو دست میدن و ما با مسائل جدیتری مواجه میشیم. به هر حال فقط در یه حد بگم که به قول ملا صدرای بزرگ، حکمت، فلسفه یک سیر است. سیر از فطرت اول و فطرت ثانی. فطرت اول یعنی همین زندگی روزمره‌ای که ما با حیوانات مشترکیم. فطرت ثانی یعنی یک سطح متعالی‌تر از زندگی که فقط برخی میتوانند بهش دست پیدا کنند. با یک زبان دیگه من با سرعت دارم مباحث رو مطرح میکنم و امیدوارم شتاب مباحث من در واقع آزارتون نده. ببینید، دو گونه پرسش رو از هم تمیز بدیم. یک، پرسش هایی که جوابش رو پیدا کردیم یا در حال پیدا کردن جوابش هستیم، یا اگر امروز جواب ندیم فردا جوابش رو خواهیم یافت، 10 سال دیگه خواهیم یافت. به این مسائل اسمش رو میذاریم پرابلم، جمعش پرابلمز. پرابلم ها مسائل، پرسش هایی هستن که میتونیم جواب بدیم. مثل اینکه از ترکیب اسید و باز چی تولید میشه؟ مثل اینکه مثلا فرض بکنید که مجموعه مثلا زوایای یک مثلث چند درجه است؟ فرض بکنید معادلات درجه دوی میگیم x2 به علاوه 2 به x به علاوه c مساوی 3 a مساوی 5 b مساوی -3، مثلا c مساوی 0 حل میکنیم، x مثلا میشه مثبت منفی رادیکال 2 مثلا. اینها رو حل میکنیم و جواب ها کلیست، همگانیست. حتی خیلی از مسائل رو، خیلی از پرابلم ها رو ما جوابش رو بلد نیستیم. اونهایی که بلدن به ما میگن و ما اطاعت میکنیم. مثلا وقتی من میرم پیش پزشک به من میگن این دارو رو بخور، من که مثلا فارماکولوژی بلد نیستم، من که شیمی بلد نیستم، من که فیزیک بلد نیستم، پزشک که به من میگه بخور، میگم چشم. من میدونم که مثلا پایتخت ژاپن توکیو، خودم نرفتم، تو کتاب ها خوندم که پایتخت ژاپن توکیو است و من میگم پایتخت ژاپن توکیو است. اما سوالاتی وجود داره که به سهولت نمیشه جواب داد، یعنی اساسا جواب پذیر نیستن. ما به اینها میگیم سیکرت، راز. راز ها اون دست پرسش هایی هستن که جواب ندارن و جواب همگانی ندارن. چنین نیست که همه بپذیرن. اینکه آیا خدایی هست یا نه، اینکه آیا زندگی معنا داره یا نه، آیا اینکه حیات بعد از مرگ هست یا نیست، اینا پرسش‌هایی هستن که هر کس باید خودش جواب بده. اگر اینجا مسائلی مثلا در مورد علم ژنتیک بود، متخصصان ژنتیک میگفتن و من ازشون میآموختم. اما الان من نمیتونم در اینجا در مورد خدا صحبت کنم و دوستان میگن هان من تا حالا فکر میکنم خدا وجود نداره و عبدالکریمی اثبات کرد که خدا هست، یا هان من فکر میکنم خدا هست اما عبدالکریمی حالا اثبات کرد که خدا نیست. اینجا هر کس باید خودش به پرسش جواب بده و پرسش‌ها پاسخ‌های همگانی نداره. این مقدمات رو گفتم. بس یکی از تفاوت‌های بنیادی فلسفه و علم اینه که علوم با پرابلم‌ها، با مسائل سرکار دارن و مسائل اون دست پرسش‌هایی هستن که جواب میدیم. جواب‌ها کلی‌اند، یعنی یونیورسالن، و پاسخهای دیگران میتونه برای ما قابل قبول باشه. اما سیکرت ها، راز ها، اون دست پرسش هایی هن که جواب مشخص نداره و هر کس باید خودش بهش جواب بده.
ممکنه پرسیده بشه. خب اگر این پرسش‌هایی که نمیشه بهشون جواب داد چه ارزشی برای اندیشیدن دارن؟ پاسخ من اینه که انسان با اندیشیدن به این انسان‌ها زندگیش تعالی پیدا میکنه، زندگیش معنای انسانی پیدا میکنه. اگر شما بخواید معنای زندگی رو در خوردن، در خوابیدن، در ارضای غرایز، در بچه پس انداختن، صرفاً در خرید خانه، در خرید اتومبیل جستجو بکنید، همواره احساس میکنید جای امری خالیست. اما انسان با اندیشیدن از سطحی وارد سطح دیگه میشه و در واقع در اندیشیدن به راز هاست که هستی انسانی در معنای حقیقی خودش، در the fullest senses، در کاملترین و پرترین معنای کلمه تحقق پیدا میکنه. و نکته دیگر این که این پاسخ به راز هاست که افقهای معنایی و چارچوبهای فرهنگی رو ایجاد میکنه. چرا فرهنگ هند با فرهنگ ژاپن متفاوته؟ چرا فرهنگ مثلا خاور دور با فرهنگ خاور میانه متفاوته؟ برای اینکه بودا به رازها نحوهی پاسخ داد و این پاسخگویی به رازها در واقع یک چارچوب معنایی، یک افق معنایی رو خلق کرد که مهندسین، پزشکا، آخوندها، کشیشها، سیاستمداران، فرماندهان، جنگجویان، بازرگانان، دکترها، وکیلها همه در این چارچوب فکر میکنن. اما این فقط متفکران، فیلسوفان، عارفان بزرگ و انبیا هستند که در واقع اینها به رازهای بزرگ بشری میاندیشند و در مورد تجربیات خودشون نسبت پاسخهایی که در خصوص این رازها یافتن در واقع این تجربیات رو در اختیار دیگران میگذارن و به این طریق چارچوب معنایی و افق تاریخی فرهنگی رو شکل میدن که در واقع انسانها، میلیاردها انسان در طی قرون، در طی چند هزار سال در این چارچوب زندگی میکنن. نگید ادیسون خیلی کارا کرد، نگید نیوتن یا انیشتین خیلی کارا کرد، اما مثلا بودا چه کار کرد؟ محمد چه کار کرد؟ حافظ چه کار کرد؟ مولانا چه کار کرد؟ مسیح چه کار کرد؟ مسیح با اندیشیدن در مورد جهان، در مورد انسان، در مورد نسبت انسان با خودش، در مورد نسبت انسان با جهان، در مورد نسبت انسان با دیگری فرهنگی رو شکل داد که ما ازش به مسیحیت تعبیر میکنیم. و طی این 2000 سال اخیر میلیون ها، چند صد میلیون اگر نگه میلیارد ها انسان متولد شدن، در این زرد این فرهنگ متولد شدن، بزرگ شدن، تربیت شدن، ازدواج کردن، طلاق دادن، جنگیدن، حکومت تشکیل دادن، انقلاب کردن و و و و، اما همه در این چارچوب بوده. و فراموش نکنید انسان یک موجود فرهنگی است. انسان بدون چارچوب نمیتونه زندگی کنه. ما نمیتوانیم مثل یک گرگ یا مثل سگ بخوریم یا ارضای غرایز بکنیم. اگر من میخوام با یک جنس مخالفم ارتباط برقرار کنم، باید در یک چارچوبی باشه که به من میگه این خانواده است، این نسبت مقدس است، یا نه آزادی جنسی اشکالی نداره و انسان حریم خصوصی داره و میتونه در حریم خصوصی. اینا فرهنگه، اینا فرهنگه. و فرهنگ سازی کار مهندس نیست، کار پزشک نیست، کار وکیل نیست، کار ساینتیست نیست. این حوزه، حوزه متفکران بزرگه. در واقع، در واقع همه کنشگران، مهندسین، پزشکان، دکترها، بیولوژیست‌ها، ساینتیست‌ها، آخوندها، کشیش‌ها، سیاستمداران، رؤسای جمهور، فرماندهان، همه و همه شبیه بازیگرانی هستند، مثل بازیگران فوتبال که بازی می‌کنند. اما این تنها متفکران و هنرمندان بزرگ، اندیشمندان بزرگند که با اندیشیدن به رازها چهارچوب زمین بازی رو تعیین می‌کنند. هیچ دانشمندی چارچوب زمین تعیین نمی‌کنه، اما فیلسوفانن که با اندیشیدن به رازها، همون رازهایی که سوالی مو که اندیشیدن به اونها برای ما چه میکنه، اندیشیدن به اون رازها زندگی انسانی ما و چارچوب‌های معنایی، افق‌های تاریخی و نظام معنایی کنش‌های ما رو تعیین می‌کنه. همه این مقدمات رو گفتم، هنوز مقدمه بود برای سوال برادر بزرگوارم آقای روزباه آسایش، آیا اراده انسان واقعیت داره یا صرف یک توهمه؟ آیا چیزی به نام سرنوشت هست؟ و اگر سرنوشت هست، آزادی چه معنا داره؟ با
پاسخم اینه که آقای روزبه عزیز، این پرسش پاسخ واحدی نداره. ادیان مختلف و فلسفه های مختلف به این پرسش پاسخ های گوناگون میدن و این چیزی از صنف مسائل فیزیکی، شیمیایی یا ریاضیاتی نیست که بگیم دو تا چهار تا و بگیم خب کاملا معلومه که دو تا چهار تا. اون چی که میخوام به شما بگم اینه که از روزگاران گذشته، از بزرگان گذشته، مفهوم تقدیر در زندگی انسان ها وجود داشت. از اون موقع که انسان ها تفکر اسطوره‌ای داشتن، در داستان های اسطوره های یونانی میخونیم که در واقع تقدیر که در واقع از دختران خدایان بودن، دختران زئوس و تمیس. و قصه ای هست که یکی از الهه ها اسمش به اصطلاح چند تا خواهر بودن، یکی آتروپوس بود، آتروپوس به معنی گریز ناپذیریه، و یکی لاخسیس که به معنای قرعه است، و یکی کلوتو به معنی بافنده. این اسطوره های یونانی وارد روم هم شدن. این الهه ها یا به تعبیر یونانی مویرای، این الهه های سرنوشت بودن، این سه خواهر یعنی آتروپوس، لاخسیس و کلوتو. کلوتو ریسمان اینو میبافت و الهه دیگری که نامش لاخسیس بود تا اون انده که دلش میخواست این ریسمان رو میکشید و دراز میکرد، و خواهر سوم آتروپوس هر جا که دلش میخواست اون ریسمان رو میبرید. این ریسمان اشاره به زندگی انسانه و در واقع این سه ایزد بانو، این سه الهه تعیین میکنن که انسانها کی به دنیا بیان و چقدر تو حیاتشون طول میکشان، چنان که لاخسیس این مثلا کلاف رو، این ریسمان رو میکشید و در واقع به نفع اتفاقی در واقع هر جا که پاره میکردن زندگی او پاره میشد. این قصه حکایت از این میکنه که تولد در اختیار ما نبود، از ما نپرسیدن که میخوای بیای به این جهان یا نه. ما در این جهان پرتاب شدیم، خارج از آزادی ما، خارج از اراده ما، و ما میمیریم بی آنکه ما تعیین کنیم. این ما نیستیم که آزادانه، این ما نیستیم که آزادانه مرگ خودمون رو انتخاب میکنیم. خب ما در اسطوره ها میبینیم تراژدی یونانی به خوبی حضور یک امر قدرتمند فهم ناپذیر و سیطره ناپذیر رو نشون میده. همه دوستان، به خصوص دوستانی که در حوزه روانشناسی کار میکنن، در واقع با داستان اودیپ یا اودیپوس آشنایند که چگونه که از کاهنان معبد دلفی به لاروس میگه که اگر از همسرش صاحب فرزندی بشه، پدر به دست فرزند پشت خواهد شد. و اما وقتی صاحب فرزند شد، در واقع فرزندش رو به یک چوپان فرستاد سپرد که داد در کوها گم و گور شه. اما چوپان اون فرزند رو به یک کسی فرستاد و روز این فرزند از جادوگری شنید که پدرش رو با دستانش خواهد کشت. و هم لاوس و هم به اصطلاح اودیپ بسیار کوشیدن که این پیشبینی تحقق پیدا نکنه. نه اودیپ میخواست پدرش رو بکشه و نه لاوس دوست داشت که به واسطه پدرش کشته بشه، اما نهایتاً پدر به دست پسر کشته شد و پسر مادر خودش رو تصاحب کرد و با او همبستر شد. حالا جنبه های گوناگونی که به خصوص مفاهیم فرویدی این قصه رو رها بکنید، اما اینجا نشون میده که انسان یونانی حضور یک قدرت قاهره تسخیر ناپذیر رو در جهان نشون میده. این تراژدی رو ما، بزرگترین تراژدی ایرانیان تراژدی سهراب و رستم. رستم دیوانوار عاشق سهرابه و به دنبال او میگرده، سهراب عاشق پدره، دیوانوار به دنبال پسر میگرده، اما نهایتاً اتفاق و فاجعه بزرگی روی میده، فرزندی به دست پدر کشته میشه.
حالا سوال گذشتگان که می اندیشیدن در باره جهان اینه: چرا؟ چرا سهراب به دست رستم کشته شد؟ چرا پدر ادیپ به دست پسر کشته شد؟ و چرا مادر به اصطلاح مورد تجاوز یا همبستر میشه با فرزندش در حالی که هیچ کدوم نمیخواستن؟ همه اینا بحث بر سر تقدیره. نیروی قاهره در این جهان وجود داره که قهاره و نیروی قهاری وجود داره که اراده بشر در برابر او محکوم به شکسته. به قول مولانای بزرگ: در کف شیر نر خونخواری، در کف شیر نر خونخواری، غیر تسلیم و رضا کوچاری. این یک تلقی است. به هر حال اگر بخوام از زبان اسطوره‌ای بگذریم، به اعتقاد من، اگر از تفکر اسطوره‌ای بگذریم، به هر حال ما وجود آزادی رو در خودمون تجربه میکنیم، اما این آزادی با تقدیر گره خورده. آنچه که مارتین هایدگر ازش به فکتیسیتی یا فکتوالیتی تعبیر میکنه: من پدرم رو خودم انتخاب نکردم، مادرم انتخاب نکردم، نژادم انتخاب نکردم، مذهبم رو انتخاب نکردم، ملیتم رو انتخاب نکردم، طبقه اجتماعیم رو انتخاب نکردم. اینکه من فرزند کشاورز باشم یا فرزند اوناسیس باشم یا فرزند یک سرمایه‌دار بزرگ انتخاب نکردم. اینکه من در ایران به دنیا بیام یا در بورکینافاسو یا در نروژ، اینها رو من تعیین نکردم. و آزادی من در این نسبت ها معنی پیدا میکنه. ما انسان آزاد، مستقل از خانواده، مستقل از طبقه اجتماعیش، مستقل از نژادش. اگر من سیاه پوست باشم، امکاناتی در برابر من بسته میشه و امکانات دیگری گشوده میشه. اگر من در آمریکا به دنیا میومدم، امکاناتی داشتم و امکانات دیگری رو نداشتم. اگر من یهودی بودم، امکاناتی داشتم و امکاناتی که امروز به عنوان یک مسلمان شیعه دارم نداشتم. و هیچ کدوم از اینها رو ما تعیین نکردیم. پس تقدیر و آزادی با هم دیگر گره خوردن. و نکته دیگر این که تقدیر در برابر آزادی نیست. تقدیر شرط تحقق آزادیه و تقدیر قوام بخش آزادیه. شما دانشمندان میدونید اگر انسان بخواد پرواز بکنه، این پرواز امری اربیتراری نیست، امری دل بخواهانه نیست، امری گزافی نیست. چنین نیست که من اراده کنم بپرم و پرواز کنم. نیروی جاذبه اجازه نمیده. اگر من بخوام پرواز کنم حتما باید قدرها، تقدیرها، قاعده هایی که برای من تعیین شده رو بشناسم و من به کمک قواعد طبیعت، به کمک تقدیری که در طبیعت وجود داره، می توانم به کمک پاره از این تقدیرها بر پاره دیگری از تقدیرها غلبه پیدا کنم. چنین نیست که من اراده کنم. چرا خیلی از کشتی ها غرق نمی شه اما چرا تایتانیک غرق شد؟ نه کشتیبان، نه ناخدا، نه کشتی ساز، نه مسافران نمی خواستن غرق شن، اما قواعد بازی، قواعد علمی یعنی در واقع رعایت نشد و این کشتی غرق شد. چرا یه هواپیما درست پرواز میکنه و یه هواپیما سقوط پیدا میکنه؟ برای اینکه اندازه ها، تقدیر ها رعایت نمیشه. لذا تقدیر هم شرط تحقق آزادی است و هم قوام بخش آزادی است و هم خود در واقع میتواند امکانات تازه ای رو برای ما بگشاید. من بحثای علوم اجتماعی رو میگم. مثلا فرض کنید در کشور ما قدرت سیاسی میخواد علوم انسانی اسلامی تأسیس بکنه. حرف من این بود که تقدیر اجازه نمیده. میخواد با مدرنیته بجنگه. با مدرنیته نمیشه جنگید. بخشی از تقدیر ماست. ما میخوایم توسعه پیدا بکنیم، اما برای توسعه با تقدیر رو رعایت کرد، قواعد رو رعایت کرد، وگرنه توسعه پیدا نخواهیم کرد. ما میخواییم به آزادی برسیم، اما زمان مشروطه تا الان دائما مشکل داریم. چرا؟ چون در واقع باید ساختارهای بنیادینی که به زور آزادی ختم میشه، یعنی تقدیر، اینها رو درک بکنیم تا به کمک اونها بتوانیم اراده انسانی خودمون رو برای نیل به آزادی، برای نیل به توسعه، برای نیل به پیشرفت و و و امور دیگه در واقع متحقق. خب
سوال بعدی آقای روزبه اینه که هدف بشریت چیه؟ غایت زندگی بشری چیست؟ فکر میکنم جواب این سوال رو دادم. این هم یک از رازهای زندگی است و نمیشه مثل یک مسئله حلش کرد. سوال بعدی آقای آسرش اینه که آیا به نظر شما زمانی فرا میرسه که ادیان منسوخ شن؟ جوابم اینه، هم آره هم نه. ادیان منسوخ شدنی نیستن. بر اساس تلقی که من از زمان و حیث تاریخی بشر دارم، ببینید، توجه داشته باشید، گذشته چیزی نیست که در گذشته باقی بمونه. گذشته در حال ادامه داره و حتی در آینده حضور داره. مثلا فرض کنید که من یک ایرانیم، در گذشته در یک فرهنگ ایرانی، در یک خانواده ایرانی متولد شدم، بزرگ شدم، مدرسه رفتم و فرهنگ خاصی رو درش بار اومدم. حالا فرض کنید من میرم شهروند کانادایی میشم، میرم هلند. این گذشته چیزی نیست که من وقتی رفتم به کانادا گذشتم رو بذارم ایران، مثل یک کت از لباس از تنم در بیارم و بندازم دور یا در یه گوشه جیبرو جالباسی آویزون کنم. وقتی من سوار هواپیما میشم که از ایران برم کانادا، گذشته من قبل از من در کانادا منتظر منه. یعنی وقتی من به عنوان یک ایرانی میرم اونجا، یک دختر ایرانی وقتی میره اونجا، این تاریخش باهاشه. لذا یک دختر ایرانی با یک دختر کانادایی خیلی متفاوته. یک دختر ایرانی کانادایی شده با یک دختر کانادایی کانادایی خیلی متفاوته. چند نسل میگذره، این اینتگریت شدن، اینکه با فرهنگ جدید کنار اومدن گاهی چند نسل طول میکشه. لذا گذشته نه فقط در گذشته بلکه در حال و در آینده نیز حضور داره. شما میگید دموکراسی یک پدیده مدرنه، شما در اخلاق اجتماعی صحبت میکنید، همه اینا در استمرار تفکر مسیحی است. مسیحیت چیزی نیست که در گذشته مونده و تمام شده. مسیحیت یک میراث، مثل اینه که پدری ارث و میراثی برای فرزندش بگذاره، فرزندش با این میراث هر کاری بکنه در ادامه اون ارث و میراثی که پدر براش گذاشته. شما با پولی که از پدرتون گرفتید هر چقدر کاسبی کنید، برشکست بشید، پولدار بشید، در ادامه اون امکاناتی است که میراث خانوادگی برای شما گذشته. میراث خانوادگی حتی اگر شما نسبت بهش کینه هم بورزید، کماکان با شما هست. خب عصر روشنگری واکنشی به قرون وسطا بوده. این قرون وسطا تحت تاثیر فرهنگ مسیحی بوده فرزند. خب حالا اصل روشنگری در واقع در ادامه مسیحیته. حالا یا ربط مستقیم و ایجابی داره یا ربط سلبی و انتقادی، به هر حال یک نسبت وجود داره. یک مثال بزنم، ژان پل سارت معتقد بود که ارزش‌های اخلاقی به هیچ وجه عینیت ندارن و هیچ معیاری برای یافتن یک راه وجود نداره. اما در این حال اون میگه معلمان من دو کشیش بودن که روح او رو در واقع تسخیر کرده بودن و جهتگیرهای اخلاقی که مثلا محکوم کردن حمله فرانسه یا استعمار فرانسه در الجزایر، در واقع هنوز مسیحیت حتی در ژان پل سارتر ماتریالیست، نیهیلیست، اگزیستانسیالیست حضور داره. به این معنا در واقع ادیان منسوخ شدنی نیستن. ادیان جزو عناصر قوام بخش فرهنگ بشری بودن. اما به نظر بیاد که دیگه نظام‌های شریعت مدارانه در روزگار ما در واقع به یک معنا منسوخ شدن. اگر از ادیان بخواد چیزی باقی بمونه، احتمالاً پیام معنوی اونهاست که در افق تفکر کنونی و آینده باید معنا پیدا کنه. و این امروز علارغم قدرتی که نظام‌های تئولوژیک دارن، نظام‌های شریعت مدار دارن، روز به روز ضعیف‌تر میشه. یعنی بیشتر برای نسل‌های گذشته و در میون نسل‌های جدید روز به روز جوامع جهان سکولارتر دارن میشن و به تعبیر شما ادیان دارن منسوخ میشن. سوال بعدی آقای آسایش اینه که مطالعات فلسفی بشر رو به جواب میرسونه یا فقط سوالات بیشتر ایجاد میکنه. گفتم مطالعات فلسفی در واقع با رازها سر کار داره. ببینید، یه موقع شما پروگرسیو فکر میکنید، یه خط مستقیم دارید جلو میری، یه موقع یک طواف رو در نظر بگیرید، یه کعبه رو در نظر بگیرید، دورش طواف میکنن. مسائل فلسفی در واقع مثل یک دایره میمونه، یک مرکزی داره
و بشر دورش میچرخه. اما این نه به مفهوم، این نه به مفهوم سرگردان بودن و بی هدر بودن و بی فایده بودن، نه. شما وقتی با رازها میاندیشید، اینکه معنای مرگ چیه، هر فلسفی هر در هر دوره‌ای برای هر انسانی این سوال مطرحه. لذا دائما شما حول این سوال میچرخید. اما این چرخش، این چرخش بی فایده نیست، این چرخش افق ایجاد میکنه. ما با نحوه پاسخگوییمون به راز مرگ، به راز حیات بعد از مرگ، به راز جهان، به راز آزادی یا تقدیر، در واقع نحوه بودن خودمون رو در این جهان قوام میبخشیم. سوال بعدی آقای آسایش اینه که آقای ذات انسان قابلیت تقدیر داره؟ من معتقدم انسان ذات نداره. حقیقت انسان همان وجودشه. انسان در واقع شبیه حیوانات نیست، شبیه میگم صندلی چیز، یه تعریف مشخص بدیم. سگ چیز، یه تعریف مشخص بدیم. انسان رو نمیتوانیم به معنای ارسطویی کلمه ذات تعریف کنیم و براش به اصطلاح تعریف را بدیم و ذاتش تعیین کنیم. انسان یک اگزیستنس، یک موجود خود برپاست. انسان آن نحوه هستی است که خودش باید نحوه هستی خودش رو متحقق کنه. لذا پیشاپیش نمیتونیم بگیم انسان چیست، بلکه باید بگیم انسان کیست. و اون که کیستی داره، براش نمیتوانیم ماهیت، سرشت یا ذات، یعنی چیستی تعیین کنیم. آیا ذات انسان باید تغییر کنه؟ انسان عینه، انسان یک موجود غیر قار و ذاته. یعنی یک لحظه انسان در واقع نمیتواند سیرورت نداشته. انسان یک لحظه نمیتواند حرکت، مثل زمان. اگه تونستید شما حرکت زمان رو بگیرید، آنی میره و آنی میاد. و زمان، حالا این حرفم یکم اذیتتون میکنه، ولی وقتی میگم زمان، یعنی نحوه هستی انسان. اصلا زمان همون نحوه هستی انسان، مطابق تفسیر هایدگر، و من باهاش موافقم. آنچه که ما میگیم روح انسان، که زبان اسطوره است، در واقع همون تمپورالیتی یا حیث زمانی است. و انسان اصلا انسان هم تغییر میکنه و هم باید خودآگاهانه خودش به خودش تغییر و تحول ببخشه. سوال بعدی هم سوال آقای، هم سوال دوستی بود که با آیدی NN، که من نمیدونم ابریویشن چیه، دوستی خانم یا آقای NN، و همچنین سوال آقای مهریزی بود و هم سوال آقای لطفی، آقای محمد رضا لطفی. ببخشید من القابتون رو نمیدونم، آقای مهندس، آقای دکتر، از این بابت برای من نوشته نشد بود، وگرنه خب همین شما وظیفه من بود اسامی شما رو با القاب صدا بکنم. دوستان سوال کرده بودن در مورد این گفته هاوکینگ که در واقع روزگار ما، روزگار یعنی در واقع معتقد فلسفه در روزگار ما مرده و از مرگ فلسفه صحبت کرده. بعد دوستان سوال کردن مثل آقای لطفی که با توجه به پیشرفت شگرف علم و پاگذاشتن علم توی مسائل و پرسش‌های چرایی، هنوز جایی برای فلسفه جدایی از علم هست؟ و با تأثیرات پیشرفت علم و نظریات جدید فلسفه چی بوده تا کنون؟ آقای دکتر هومن مهریزی هم که ظاهراً متخصص جراحی لثه و ایمپلنت هستن، فرمودن که من حوالی سال 2020 به اصطلاح وقتی مصاحبه استیفن هاکینگ رو خوندم در یکی از مجالات انگلیسی، گفته که فلسفه مرده. و ایشون به درستی گفتن که قاعدتا باید ما فهم مشترکی با هاکینگ در مورد معنای فلسفه داشته باشیم تا بتونیم حرفش رو بپذیریم یا نپذیریم. حالا سوال آقای مهریزی اینه که اگر ما برای فلسفه معنای چنان وسیع و همه‌گیر قائل شیم که هر اندیشیدنی فلسفه کلاسیک، خب لاجرم باید با هاکینگ مخالفت کنیم. اما به گمان من، یعنی به گمان آقای مهریزی، دکتر مهریزی، هاکینگ نکته دیگری داره. او میخواد بگه که فلسفه به عنوان ابزاری برای شناخت حقایق جهان، چنان که در سنت فلسفی و گاهی عرفانی جهان میرسه، دیگه کارایی نداره و دیگه ما نمیتونیم
به اندازه کافی در خودمون فرو بریم و بیاندیشیم، مثل گذشتگان، مثل مولانا، و مثلا دلمون رو پاک بکنیم و یا با وصل بشیم، حالا باید به کمک علم و با اندازه‌گیری دقیق و آزمایش علمی به پرسش ها جواب بدیم. ببینید، هایدگر هم یک کتابی داره تحت عنوان The End of Philosophy، پایان فلسفه، اما این حرف و حرف هاکینگ خیلی متفاوته. هاکینگ وقتی پایان فلسفه صحبت میکنه از یک موضع سیانتیسی پوزیتیویستیه، یعنی میخواد بگه که علوم پوزیتیو، علوم تجربی میتونن به مسائل جواب بدن. عذر میخوام، خیلی جهل و نادانیست این حرف، خیلی جاهلانه است، خیلی عوامانه است. هاکینگ اصلا تفاوت سنخ دو نوع پرسش رو نمیفهمه و اون مسئله و رازه. به هیچ وجه هیچ دانش تجربی، هیچ یک از دانش‌های تجربی نمیتواند به پرسش‌های ما، یعنی رازهای ما، به مسائل فلسفی جواب بدن. اینکه آیا جهان معنا دارد یا نه، آیا جهان به سوی غایتی حرکت می‌کند یا نه، اساساً پرسشی نیست که ما در علوم، در آزمایشگاه‌ها، در لابراتوارها بتونیم جواب بدیم. فیزیک که نمیتونه به این مسائل جواب بده، شیمی که نمیتونه، کاسمولوژی که نمیتونه به این سوالا جواب بده. اون پرسش ها پرسش های دیگری است. اینکه علم پیشرفت کرده اصلا معناش این نیست که جا برای فلسفه تنگ شده و در واقع پرسش های فلسفی از سنخ دیگری است. اما هایدگر که از پایان فلسفه صحبت میکنه، ببینید، فلسفه وجود داره به این معنا که کلاس های فلسفه وجود داره، ژورنال های فلسفی وجود داره، هر روز در یک گوشه جهان دارن ژورنال های فلسفی چاپ میشن، سمینارها هست، کلاس ها هست، کتاب های فلسفی چاپ میشه، خونده میشه. صحبت سعی نیست که قدرت مفهوم سازی بشر به پایان رسید، چون که به اصطلاح ژیل دلوز میفهم و میگه من هایدگر مخالفم، چون بشر تا زمانی که میتونه مفهوم سازی کنه فلسفه است. دلوز فیلسوف فرانسوی هم در واقع حرف هایدگر رو نفهمیده. وقتی حالی از پایان فلسفه صحبت میکنه، یعنی تفکر فلسفی تمام امکانات خودش رو آشکار کرد و این امکانات خودش رو در سیبرنتیک نشون داد. یکی فلسفه تکراره، نه اینکه فیلسوف جدید نمیاد، یکی نه اینکه بحثای جدید نمیشه، بلکه دیگه افق جدیدی برای زندگی بشر نمیتونه فلسفه خلق کنه. لذا هایدگر منتظر ظهور سنخ دیگری از تفکر، افق جدیدی برای بشر بود که خودش هم نمیدونست چیه، ولی میگفت چشم انتظار یک تحول بوده، یک سنخ جدیدی از تفکر ظهور پیدا کنه. خب سال بعدی سال آقا سعیده، ولی اگر دوستان اجازه بدن، چون من حدود یک ساعت با سرعت صحبت کردم، یکم به این دلیل که در محل کارم هم هستم و دیر وقته تا به خانه و کاشانه برسم، اگر دوستان اجازه بدن من همینجا بحث امشب رو خاتمه بدم. من فکر میکردم در یک جلسه در خدمتون باشم. اگر دوستان احساس میکنن که من دینم رو به گروه مدل کوگیتیشن ادا کردم، خب دینم رو خوب ادا کردم. اگر دوستان احساس کنن و برن اجازه مرخصی بدن، اگر نه، من داشتم در مورد موضوع ایران به منزله یک پرابلماتیک در گروه منصوب به خودم، گروه دکتر بیژن ابوکرمی، گروه بیژن ابوکرمی، داشتم بحثام ادامه میدادم و فکر میکنم اگه فاصله بیفته بچه های من، اعضای گروه من هم نسبت به من معترض شدن. من هفته آینده، سه‌شنبه آینده، در گروه خودم در خصوص با فکر کنم نهمین جلسه، هشتمین و نهمین نشست، نهمین هفته است که با موضوع ایران به من یک پرابلماتیک صحبت خواهم کرد. من چند جلسه ای باید بحثم رو ادامه بدم. اگر دوستان گروه مادر کوگیتیشن علاقمند بودن، به من پیام بدن. شاید تونستم یک هفته در میون به اصطلاح این بحث رو ادامه بدیم. اگر احساس کردن که بحثم دیگه آنچه که داشت خدمتشون عرضه کردم، خب تکلیف از من ساقطه و من بحثای خودم رو در گروه بیژن ابوکرمی ادامه خواهم داد. از دعوتی که به عمل آوردید بی‌نهایت
سپاسگزارم. امیدوارم که حرفای من اندک روشنایی رو بر اذهان دوستان و عزیزانم افکنده بشه. شب همگی